آیت الله قزوینی هزار شبکه را به مبارزه می طلبد. نه عزیز من، شما 100 تا شبکه هم تأسیس کنید، من به حول قوه الهی، به حول قوه الهی با عنایت حضرت زهرا و آقا ولی عصر به 1000 تا شبکتون در یک ساعت جواب میدم، تمام این کارشناسان بی سوادتون رو به حول قوه الهی مفتزه میکنم. ورشکستگی تاجر ولایت. میگوید اگر یک مورد دروغ از من سراغ دارید بیارید نشان بدید. اون آقایان یا مخاطبین شما که میگن بله در شبکه فلان و فلانی داره همینطور مثل آب خوردن دروغ میگه، واقعا مردانگی دارید، شهامت دارید، وجدان دارید، انصاف دارید، یک دوتا از دروغ های ما رو بیارید روی ماهواره هاتون اعلام کنید، بله فلانی این رو گفته در صحیح بخاری خلاف این هست، فلانی این رو گفته در صحیح مسلم خلاف این هست، یک مورد برای مردم نشان بدید، ما نمیگیم هزاران مورد. جایزه 100,000 تومانی هم تعیین می کند. و ما هم گفتیم هر مدرک ما داریم اعلام می کنیم، هر کس بیاد ثابت کنه این مدرک دروغه، برای هر مدرکش 100,000 تومان جایزه می دیم. دیگه از این بهتر؟ دیگه این دیگه تحدیست، دیگه برای شما عرض کنم تعارف هم ما نداریم. نه. اما با هم کلیپ‌های دروغ‌های ایشان که از شبکه جهانی وصال حق پخش شد را ببینید. کارشناسان این شبکه ها حداقل یکی از این مدارک که ما آوردیم بیان میگن مدرک دروغه، یا حداقل بیان توجیه کنن. تلبیس آیت الله قزوینی درباره روایت آلوسی. آیت الله قزوینی و دکتر ابو شوارب و داستان آن شب استثنایی مناظره در شبکه عربی المستقله. آیت الله قزوینی و داستان پرمعنای چی و چی. رسوا شدن آیت الله قزوینی توسط یک بیننده.
قزوینی و انکار روایات تشیع درباره ارتداد اصحاب رضوان الله علیهم. کتمان حقیقت. بله، رای آقای خویی این است که ایشون از دیدگاه شیعه مورد قبول نیست. بعد نخیر اصلا آقای خویشون رد میکنه، میگه از دیدگاه شیعه ابوالفرج اصفهانی مورد تأیید ما نیست و خودش هم در آخر رأی نداده. آیت الله قزوینی خیانت می کند. تناقضات آیت الله قزوینی. آقای قزوینی و وجدان انسانی. بی حیا باش و هر چه خواهی کن. تلبیس قزوینی به آلوسی. آیت الله قزوینی و خیانتی آشکار. آیت الله قزوینی و قسم دروغ. حرف کی را باور کنیم؟
پس از اینکه بدهکاری‌های جناب آیت الله قزوینی زیاد شد، هیچ پاسخی به این دروغ‌ها ندادند، بلکه چون احساس کرد داره ورشکست میشه، نرخ دروغ‌هاش رو پایین آورد و از 100 هزار تومان به 50 هزار تومان تنزل داد. و ما هم بارها گفتیم اگر چنانچه یک مورد در این 7-8 سالی که بنده در ماهواره‌های مختلف فارسی عربی بودم بیارن من نسبت به اهل سنت جسارتی اعتراضی اهانتی کرده باشم، بنده حاضرم بپذیرم و رسما پوزش بطلبم و عذرخواهی کنم. یک مورد بیایید، یا همین آقا که میگه نمیدونم دروغگوی ماهره، یا بزرگواری کنن یک دو تا سه تا چهار تا پنج تا از این دروغهای ما را بیارن. الفاظشون اصلا خوب نبود. ما برای شما عرض کنم گفتیم هر کس این روایاتی که ما میگیم ثابت کنن که این روایات دروغ بوده. ما گفتیم برای هر موردش حاضریم 50,000 تومان هم جایزه بدیم. خیلی ممنون آقا، متشکرم هستیم آقا. خوش خطی. اما دید که مسئله خیلی فراتر از این هاست. باید ما متوجه باشیم که امام علی که زنده بود از دیوار پشت خونه خودش خبر نداشت، از پشت سر خودش خبر نداشت. اگر خبر می داشت که ابن مرجم نمیتونست با شمشیر بزنه در سرش، میگرفتش دستگیرش میکرد یا جاخالی میداد. یک انسانی که از پشت سر خود در حالی که زنده است خبر نداره، چطور ممکنه که زیر خروارا خاک باشه و از دنیا با خبر باشه؟ چجوری این ممکنه؟ عقل ما کجا رفته؟ فکر کنیم آخر، خدا به ما عقل داده اندیشه کنیم. اگر بگید که حضرت علی میدونسته که پشت سرش در حالی که زنده بود، پس چرا دیگه؟ یعنی خودشو کشت دیگه؟ چرا برای حسین و علی گریه میکنین شما؟ از خودشون کشتن. وصال حق، گامی در راستای بیداری. سلام بش. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. امروز شما به من فهموندید که باید حقیقت را دریابم و به اسلام ناب محمدی روی آورم. حزب وفاق، دوست عزیز، این حزب مهمترین و بزرگترین حزب شیعیان بحرین هست که بیش از 14 نماینده پارلمان بحرین از اینها هستند. بحرین مثل ایران نیست که اهل سنت رو تهمیش کرده، نه، اونها وزرا دارند، سفرا دارند، سفیر دارند، کل اداره های حکومتی دست اونهاست و آزادی کامل رو دارند، آزادی بیان، آزادی همه چیز. انشاءالله شما هم در کنار شبکه کلمه و نور و وصال فارسی بتونید که بالاخره مردم رو دعوت کنید به توحید. چون خود من هم البته یک شیعه بودم که 4-5 ساله که با خوندن قرآن موحد و مسلمان شدم. ماشاءالله ماشاءالله. خب میریم رو ازدواج میان بنی هاشم و بنی امیه. نخستین ضربه بر دشمن اهل بیت، دشمن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آیت الله قزوینی، اینه که ام حبیبه دختر ابو سفیان همسر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. یعنی ایشون میاد ام حبیبه رمله بنت ابو سفیان همسر گرانقدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که از جمله امهات مؤمنین هست و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم ایشون رو
و ازواج و امهاتهم، ایشونو مادر مؤمنان قرار داده و باید مورد اکرام و اجلال قرار بگیره. یعنی ضعیفترین مسلمان، جاهلترین مسلمان فقط به خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم که شده، باید به همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین نکنه. این ام حبیبه دختر ابو سفیان، همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، از جمله کسانی است که آیت الله قزوینی، این آخوند دروغگو، هر شب تو هر برنامهش به همه بنی امیه که لعن میکنه، یکیشون همین همسر گرانقدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. و در شما شیعیان ببینید، کتابتون رو باز بکنید، مفاتیح جنان ببینید، هر جایی که بنی امیه لعن میکنید، به همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین میکنید. خودم شخصا اول نفری بودم حسینیه علم میکردم، اول من خاک بستم، این گناه، این یعنی من گناه کردم، یعنی تو زندگیم الان من این گناه مرتکب شدم. به خدا ما نمیدونستیم، اینو فقط تو گوشه ما اینجوری میخونم. این معاون که این همه دم از وحدت میزنن، چرا یه اجازه ساختی مسجد در تهران به ما نمیدن؟ من خودم قبلا یه شیعه بودم با برنامه شما موحد شدم. خیلی خیلی ازت ممنون. زنده باشید، موفق باشید، الله متعال شما رو حفظ بکنه. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله الان صداتون واضح تره، بفرمید. من توی ما تو ایرانیم، علاج میشینیم استان مرکزی. بله. من تو خمینی به خاطر این آدرس دقیق میگم که نگیم دروغ میگم. ما شیعه بود تا یه ماه پیش، یک ماه ما برادر اهل تسنن هست، تو کار تو دانشگاه تو محل خدمت هم با هم دیگر تو بحث میکردیم، اونا قبول نداشتن عزاداری رو، ما دعوا میکردیم با اونا. الان واقعا این شبکه شما، واقعا ما فهمیدیم، واقعا شما توهین نمی کنیم، واقعا شما آدم رو به راه حق یعنی هدایت میکنیم. من پدرم، خواهر 80 نفر هستیم، خدا شده داریم یک ماه تماس میخواییم بگیریم با این شبکه هاتون، همش پارازیت میدادن. همونطور که میدونید قرآن رایج در بین مسلمانان توسط حضرت عثمان و صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم جمع آوری شده و راویان این قرآن سندی که الان داره، طبعا جلد قرآن در بین ما مسلمانان هست، اما سندی این قرآن، راویانی که این قرآن را به ما رسوندن، همه از اهل سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم بودن. ما میخواهیم این به عنوان یک تحدی، به عنوان یک چلنج، که شما یک سندی از این قرآن را به ما ارائه بدین که در اون کسانی باشند که راویان اهل بیت باشند، یا این که همون تعریفی که شما برای حدیث صحیح ارائه دادین، ما رواه العدل الضابط الامامی الى معصوم من غیر شذوذ ولا عدل، یک سندی در این گفتن بله آیات قرآن با سند متواتر رسیده. ما فقط یک سند را میخواهیم که ثابت کنه این در سند قرآن افرادی هستند که شیعه اونها را مورد اعتماد میدونه. در غیر این صورت بدونید که این قرآن از خدمات اهل سنت پیامبر به جهان اسلام است. یعنی امام حسن و امام حسین رضی الله عنهم هیچ وقت برای این که اینها محق خلافت هستند و اینا خلافت به این فرمایید رسول الله صلی الله علیه و آله من کردم استناد نکردند. یک آیه در اثبات اصول امامت در قرآن کریم ذکر کنید، یا یک آیه در تثبیت وصیت به خلافت حضرت علی بیارید. من میخوام، البته من
در جای دیگه هم اعلام کردم اعلام شهادتین بکنم. لطف دارم بفرمایید. میگم که اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. آفرین بر شما. منم شیعه بودم، الان سنی هستم. از اینکه که درستی دینم انتخاب کردم خیلی هم خوشحال هستم. خب من وقتی وارد کتاب قرآن شدم، با خوندن قرآن هدایت پیدا کردم، نه با خوندن احادیث و نه با خوندن روایات. خدا میدونه فقط با خوندن قرآن، اونم به پیشنهاد یکی از دوستان که با یک دعای خرافی به من گفت آقا این دعا رو نخون، برو قرآن رو بخون. و امیدوارم با این برنامه شما، برنامه صفا، برنامه وصال، که من از همین برنامه های شما، برنامه نور، واقعا من وارد راه شدم. امیدوارم این برنامه ها تاثیر مثبت خودش بذاره. فرمودید که 12 امامی هستید، آیا پیامبر یا علی 12 امامی بودن؟ آخوند میگه ما گفتن دیگه. خب آخوند بازی کرده با دین، نه درست مثل کشیش که بازی کرده. پیامبر امامش قرآن بود، علی امامش قرآن بود، فقط به یک نبی اعتقاد داشت، به یک پیغمبر اعتقاد داشت و همه صدر اسلام اینطوری بوده، همه آل بیت اینطوری بودن، هیچ کدامشون نه 12 امامی بودن، نه 4 امامی بودن، نه 3 امامی بودن، نه 8 امامی بودن. این بازی ها رو بعدها اضافه کردن. ولی در سراسر قرآن ما نه حرفی صریح از امامت میبینیم نه 12 امام. روز قیامت خداوند اگه از ما سوال کرد چرا 12 امامی نبودید، میگیم در کتابت نیست. این کافی نیستش؟ درسته یا نه؟ بله کاملا. خیلی متشکرم دوست عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید. میخوام شهادتین رو اعلام کنم. همه بفهم، همه بر بگردن انشاءالله. الله اکبر، الله اکبر، بفرمایید. لا اله الا الله محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام، خداوند شما را معید کنه. من بالفرض بخوام سنی میشم، خب من میخوام سنی میشم، حالا بعد کجا برم؟ من تا حالا، من الان سنم 24 سالمه، نماز خوندن و بلد نیستم، بله. قرآن رو بلد نیستم، فقط یا حسین و یا زهرا و این جور مزخرفاتی که بهمون یاد دادن و بلدم. آفرین. اینو من دارم واضح میگم. آفرین. چیزی دیگه من غیر از نفرینی به قول معروف که به عمر و رضی الله عنها از قول شما و ابوبکر و عثمان و این حرفا همش بهمون میگن فوش بدین که من همچی چیزی قبول ندارم. آفرین. بالاخره میگن که من اینجوری که شنیدم، میگن که دو تا از دخترای پیغمبر رو به همسری قبول کردن. بله. درست یا نه؟ بله کاملا. خب حالا من اگه بخوام سنی بشم کجا باید برم؟ از قرآن با تماس میگیرم. بله. خدمت شما که بنده هم با راهنمایی شما موحد شدم. الله اکبر. کرمان زنگ میزنم. سلام بر شما و بینندگان ارجمند ما در کرمان، همسایه های بلوچستان. ما تا هیچ شده ما مسلمان شده یعنی مسلمان نزده. خدا من قبول کنه از شما. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. جناب آیت الله، پس از اینکه متوجه شدند مردم شیعه با نورافشانی 4 شبکه اهل سنت، نور و کلمه و وصال فارسی و وصال حق، به حق گردن می‌نهند و به راه راست هدایت می‌شوند، تسلیم شده و تصمیم می‌گیرد استوب بزند و برود رد یهود و نصارا دهد. خب اون آقایان الان بیان استوب کنن، به مقدسات ما جسارت نکنن، ما هم قول میدیم از اون لحظه کوچکترین مسئله رو پیش نیاریم.
ولی ما داریم میگیم آقایان اون روزی که استوب کردن این هجمه ها متوقف شد، ما همون لحظه هم پاسخ ها دفاع و هجمه ما داریم هم دفاع میکنیم و هم هجمه. ما گفتیم اگر آقایان علمای اهل سنت بیان این شبکه ها را محکوم کنن، دو تا سه تا از علمای بزرگ اهل سنت از حوزه های علمیه داخل و خارج بیان، معلومه آقا اینا مربوط به اهل سنت نیست، ما کل بحث های این موضوع منو میبندیم میریم در رابطه با فرقه های دیگر، نسبت به بهائی ها، نسبت به دیگر فرق باطله، نسبت به شیطان پرستا و غیره، این مذاهب ساخته پرداخته غرب، اونها رو ما میپردازیم. یا میای مثبتات شیعه رو مطرح میکنیم، عوامل اثباتی رو ما مطرح میکنیم، رو این قضایای هجمه ما گول میدیم اگر علمای اهل سنت بیان میدان و این لاتائلات و مزخرفات این شبکه های ضد دینی و ضد قرآنی رو محکوم کنن. ما گول میدیم اصلا و ابدا اگر یک جمله از این مطالب رو آنتن بردیم شما از ما گلایه کنید. اما جناب آیت الله، شبکه های اهل سنت به هیچ کسی اهانت نمی کنند، اما در راستای کشف دروغ های شما هر روز بهتر از روز دیگر گام بر می دارند. در ضمن طلب شبکه ما فراموش نشود، نرخ قبلی 1,600,000 تومان و نرخ جدید 800,000 تومان. برای وصول بدهکاری لطفاً با شبکه تماس بگیرید.